ساکنان شهری باستانی حصار در مکان اساسی تنتنه ها به مناسبت نوروز بین المللی در قلعه حصار جمع آمده با رعایت عنعنه های نیک نیاگانمان فرارسی فصل بهار سال نو ملی و آغاز کارهای سازندگی و بنیادکاری را با خرسندی و فرح و شادی تجلیل نمودند. به این مناسبت صحن قلعه به طور ایدانه آرا یافته بود چون که در راهروها و گوشه های گوناگون میدان از جانب هنرمندان و کارخانه و مؤسسه های حدود شهر نمایش دستاوردها و هنرهای مردمی تشکیل گردیده بودند. با ارج گذاری به سنت های ایدانه سری هر قدم دستورخان ایدانه نوروزی که از محصولات هفت سین و هفت چین عبارت بود تشکیل گردیده بود. تاریخ جشن نوروز که از قرن هزار ساله ها سرچشمه می گیرد با سرنوشت پرپیچ و تاب ولی پر افتخار و عبرت آموز خلق تاجیک رابطه ناگسستنی دارد. مردم فرهنگ سالار ما این جشن باستانی را از گذشتگان خود به میراث گرفته آن را در سنت و عنعنه ها، هنرهای مردمی و ادبیات خطی و شفاهی بسیار وسیع به طور شایسته انعکاس کردند. نوروز پیش از همه جشن مردمی و یک جزئی زندگی و جهانبینی خلق ما به حساب می رود. نوروز جشن بهار و روز نو آغاز سال نو و نقشه و آرمان های نو مردم تاجیک می باشد و آن از جمله محبوب ترین جشن های مردم تاجیک به شمار می رود. در آغاز چورابینی فرهنگی مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر حصار تمام ساکنان و در سیمای آنها کل شهروندان مملکت را به مناسبت جشن بین‌المللی نوروز مبارکباد نمودند. مسئولین ضمن سخنرانی دایر به شکوه و شهامت جشن خسروانی، احیا و رعایت عنعنه و سنت‌های نیک اجدادان، تدبیرهای سازندگی، تازگی و آزادگی محیط و خاندان، اجرای کارهای سخاوتمندانه با مقصد دستگیری طبقه نیازمند که از رکنهای خاص نوروز نیاگان است، اندیشه‌رانی کردند. محض نیروی متحد کننده نوروز بود که امروز ساکنان و مهمانان شهر را در این بزمگاه جمع آورده است. سپس از جانب هنرمندان معروف کشور برنامه کنسرتی عبارت از سرود و ترانه های دیراشوب پیشکش حاضرین گردانیده شد.